آشغال از روی ترک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشه یه همون کمبود آب چالش اساسی برای پایتخت نشینان و بار دوشی که بیشتر زنان و کودکان در این هوای گرم بر دوش میکشند. در بیشتری از کوچه های پایتخت مردم شاهد صفهای طویل بشکه های زرد برای دریافت آب هستند. بیشتر زنان، کودکان و افراد کهنسال و حتی یکی از کارگران اعضای خانواده وقف تأمین آب یا آشامیدنی در پایتخت هستند و ساعتها باید منتظر بنشینند. مشکل آب چالشی که نه تنها با تلاش های اخیر با بارندگی های امسال در کابل حل نشده، بلکه هر روز در حال افزایش است. این چشم دید شخص خودی بنده است و مردم چه حرف حدیث دارند و حرف دل مردم چی است در این برنامه زمینه فراهم است. در ابتدا عرض سلام و درود دارم خدمت شما هموطنان عزیز، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ایام پربرکت. در سراسر افغانستان شاید چالش کم آبی و خشکابی برای همه مردم محسوس باشد. بر اساس گزارش سازمان بین الملل، افغانستان چهارمین کشوری است که به خاطر تغییرات اقلیم دچار آسیب و مشکل هستند، با وجود که کمترین نقش را در تغییرات اقلیم دارند. موضوع برنامه با مردم امروز روی همین موضوع هست که مسئله خشکابی و کمابی و بحران آب یا آشامیدنی در شهرهای بزرگ افغانستان مخصوصا در کابل چگونه هست؟ دیدگاه مردم در این خصوص چیست و تا هنوز چی کارهای اساسی صورت گرفته است؟ بخصوص شما عزیزانی که در مناطق مختلف زندگی میکنید. پرسش های برنامه را به خانش میگیریم. امیدوار هستم که شما عزیزان با ما همراهی بکنید در پاسخ به این پرسش ها. آیا در منطقه ای که شما زندگی میکنید مشکل کمبود آب در منطقه شما وجود دارد و با این مشکل روبرو هستید؟ وظیفه نهادهای مسئول و حکومت در این مورد چی هست؟ این پرسش تنها مربوط کابلیان و باشندگان پایتخت نیست. همه هموطنان عزیز ما در نقاط مختلف افغانستان، در ولایات دوردست، در مناطق مختلف مورد خطاب برنامه و این پرسش ها هستند. شما هموطنی که در دورترین منطقه جلال آباد، ننگرهار، پنجشیر، کنر، لغمان، بامیان، دایکندی، غور، غزنی و ولایات مختلف زندگی می کنید، موضوع آب و وضعیت آب آشامیدنی و آب زراعت در منطقه شما چگونه هست؟ اما در کابل مهمترین اساس و مهمترین چالشی که برای مردم و پایتخت نشینان فعلا مواجه هست، مردم با آن چالش کم آبی هست، مخصوصا در این شب و روزها که بیشتر مشکلات قطع وصلی برق هم وجود دارد. ما میبینیم که این صفحه های بشکه های آب و منتظران آب در کوچه ها هر روز طولانی تر شده میرد. چشم دید شما چی هست؟ 020-25-11-566. بازم تکرار میکنم، پل ارتباطی مستقیم با برنامه با مردم 020-25-11-566. همان مصرفی از شما وضع میشه که با سایر تلفن ها شما مصرف پرداخت بکنید. خانم شکیباز کابل، تماس شما در بخش نخست برنامه وصل شد. عرض سلام و درود خدمت شما. تشکر برادر قندم، شما خوب هستین؟ بسیار تشکر، ما خوب هستیم الحمدلله. همه همکاران ما هم سلام میرسانن، امیدوار هستن که شما هم خوب باشین. در کدام منطقه کابل شما زندگی میکنین و وضعیت آب در منطقه شما چگونه است خانم شکیبا؟ ما در کارتین هم زندگی میکنیم، بگم سلام مثال ما نمیتونیم که مثلا حالت کنمابی مثلا مشکلات دیگه که مثلا سبرانی حکومت ما هستیم، نمیتونیم که مثلا همین در شما چی کنیم. بخاطر دیگه همین آبای ما که هست از یک زمان دیریت نشده بود، آبیا جور نشده بود، یه تا قدر بباره و هر قدر رحمت خدا ساست نیره بگه که شمارفا اگه نه ما شلانام و خدا لحمدلله مبیتدیم یک وطن داریم ما سالانم و خدا
خدا خیر بده اماراتی ها را حکومت ما را ما کوشش میکنم که انشالله همه چیز خوب شود و توکل به الله دیگه نگاه برق از نگاه مثلا اینا و بخیر خوب میشه من بکنیم مردم ما با حوصله باشن با تحمل باشن تحمل میکنیم ما همه مجتمع دیگه دعا انسان الله سرم همه مجتمع رحمت خودتون رحمت خودتون انشالله میزد هر تمام اکید انشالله جور میزد اما با حوصله بدون شد با حوصله که انشالله بخیر و خودی که موریان بخیر جوش دارد بیان سرست یک روز حقاف میره یک روز نمیره خوز ما همه سرم میگیریم انشالله که در تمام کشور من بخیر آفریمان سرم و طالبا انشاءالله که به خیر حکومت این اقدام اساسی بکنن که آبای من مدیریت کنن میتوانن از دیدی به کشور بره انشاءالله که همه ماسه ای رضا بسیار معلومات خوب دادین من صدای شما در استودیو پایین دارم یعقوبی سیب یک مقدار صدای خواهر ما را در استودیو بلندتر بسازید شما در منطقه مکرویان گفت زندگی میکنین و یک روز در میان آب دارین آخرین ما کارتینا زندگی میکنیم کارتینا ما زندگی میکنیم برادر بلکه برای ما مدیریت آب هست شکر الحمدلله شکر ما آب دایم هست در نلها آب جریان دارین شما 24 ساعت آب دارین در منطقه کارتینا نه 24 ساعت نیست حسن میتون که مثلا به مورد ما تقسیم بگیرم بسیار خوب بسیار عالی اطلاعات خیلی خوب دارید خانم شکیبا از شما بسیار تشکر میکنیم اگر گفتنی دیگه نداشته باشین با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزار حضور گرم شما هستیم تشکر زنده باشین و ما از سمت کلابیان بسیار زیاد تشکر هستم شکر گذار هستم از اینکه توجه دارن به سرک ها بله اساسی کار میکنن اساسی کار میکنن ما باید از سران سالی شکر گذار باشین که اینا سکر اساسی کار میکنن احتمال من که خلا خواهد او باند که شد ما کار اساسی میکنن دوان که ما را کامیاب داشته باشه ای مخلم هم به خیر با خودی مخلم به خیر بگذرد دون کدام آدست هست انشالله خدا رحمت های خدا خانم مرد خدا کنه مار با خدا میپسارم سلامت باشین بسیار تشکر از خانم شکیبا برنده همیشگی برنامه و ای که با یک یاد داشت و آگاهی و اطلاعات عمومی خیلی خوب درباره موضوع در برنامه حضور پیدا میکنند و ما افتخار بخشیدن امیدوار هستم که همکاری هایشون با ما ادامه داشته باشند سایر بینندگان هم چشم برای ارتباط شما هستیم که در نسبت به منطقیتان گزارش بدین چون ما در برخی شهرک ها و مناطق شهر کابل از مردم شنیدیم که به خاطر نبود آب بلاک ها و ساختمان ها حتی ارزش خش را از دست داده و کرایه خانه ها به شدت پایین آمده و خیلی ساختمان ها خالی شده به خاطر از اینکه اونجا آب یا آشامیدنی وجود ندارد و اینکه عمق چاه تا 150 متر فروکش کرده یعنی پایین رفته خیلی از خانواده ها توانایی از این ندارن که شخصا حفر چاه بکنن و سوی دیگر وزارت انرژی و آب هم گفته که از کندن یا حفر چاه ها به شکل خودسرانه جلوگیری کرده و چاه ها باید با مجوز رسمی با بررسی هیئت مربوطه حفر شوند در مناطق مختلف پایتخت و دولت هم وعده کرده که از منابع مختلف بیرون از پایتخت در جمله آب پنشیر انشاءالله به زودی آب یا آشامیدنی کابل تأمین خواهد شد اما تا کنون متاسفانه که این بحران هر روز در حال افزایش است و فعلا آبهای آشامیدنی مردم توسط شرکت‌های خصوصی بیشتر در کابل تأمین میشه که در 24 ساعت شاید چند ساعت در برخی جاها آب وجود داشته باشد کامنت های هم از عزیزان بیننده دریافت کردیم کامنت های پرباری هست که تلاش میکنیم در لابلای برنامه به خانش بگیریم همان گونه که شما در جریان هستین یک یا سه برنامه با مردم حدود نیم ساعت تا ساعت 7 اجرا میشه و بعد از اون هم ویژه برنامه تکیه خانه از تلویزیون تمدن نشر میشن جناب آقای نصیر کریمی گفتن نبود و کمبود آب در کابل به یک معضل بسیار جدی تبدیل شده امید است که تنها به انتظار مسئولین نباشیم و خودمان از در این باره چاره‌ای بیاندیشیم
جناب آقای کریمی مشخص نکرده که مردم چه چاره‌ای میتونه بسنجن، جز اینکه در مصرف آب اینا احتیاط بکنن، از مصرف خیلی زیاد آب خودداری بکنن. دیگر نمیفهم که مردم چی کار میتونن بکنن، در حالی که آب بسیار سطحش پایین رفته و از هر خانه چندین چاه حفر شده، که این نه تنها مسئله کاهش آب را در خواسته، در اثر یک زلزله یا حوادث طبیعی خطر فرونشست زمین را هم در کابل بسیار جدی کرده است. مردم چی کار میتونن؟ این هم یک پرسش است که بینندگان گرامی میتونن تماس بگیرن و مسئولیت ها و نقش مردم رو هم در قسمت مطرح بکنن. اما اونچه که به فکر من فعلا میرسه ای است که باید از مصرف اضافی آب و مصرف بیمورد آب در کابل جلوگیری شود و نلهایی که خراب است، شیرهایی که خراب است ترمیم شود و خیلی وسایلی که قبلا با آب شستشو میشد میشه راه های بدل پیدا بکنید. حتی مثلا روی حولی و حیات را خیلی خانواده ها از آب جاروب درست کرده و شستشو میکنن. باید ما چند روز بعد با جاروب اونا شستشو بکنیم، چون آب واقعا به یک مسئله حیاتی در کابل تبدیل شده، مخصوصا آب شیرین. نکته ای که اینجا باید اومد وزیر نکته نگذنیم، اینجا در منطقه کارت 4 که ما هر صبح میبینیم موترهایی که برای آبیاری گلدانهای وسط کابل اینجا پراب میشن از آب شیرین، این خیلی سخت است و غیر قابل تحمل برای کسایی که واقعا قدر آب را میدونن و مشکل بی‌آبی را چشیدن. میشه که شهرداری محترم از آبهای دیگه ای که تصفیه کردن این گلها را آبیاری بکنن یا این آب را از بیرون تامین بکنن، چون آبی آشامیدنی فعلا بسیار با یک هزینه بالا برای مردم تامین میشه و هر روز در حال فرونشست است. جناب آقای کریمی، کامنت شما به خانش گرفت، امیدوار هستم قسمتی از نکته اخیر کامنت شما را هموطنان ما هم جواب بدهن. جناب آقای کریمی نوشته کرده یکی از معضل های بزرگ کابل کمبود آب است. آقای فخرالدین جلالی گفته من فعلا مردم روزانه آید خود را آب خریداری میکنند. از نگاه انسانی اولین کار باید آبرسانی شود در تمام کابل از طرف دولت. به خاطر از اینکه این نکته جناب آقای جلالی بیشتر تاکید کرده که ارزش کابل، ارزش خانه های پایتخت، ارزش بلاک ها و بلند منزل ها همه گره خورده به مسئله آب. اگر آب نباشن هیچ بود و باش در این خانه ها و منازل غیر ممکن است و مردم حتی توانی 24 ساعت زندگی کردن بدون آب را هم در پایتخت ندارد. به گفته جناب آقای جلالی خوب است که چه مسئولین حکومتی، چه مردم، چه نهادهای خصوصی و شرکت های آبرسانی باید به فکر تامین آب دائمی و باثبات و قابل اطمینان برای پایتخت باشند. خوب است دیدگاه شما را بیشتر در برنامه داشته باشیم تا بغنامندی این موضوع در برنامه افزوده شود. مسئولین بیننده و شنونده برنامه هستند. بعد لینک برنامه را خدمتشون روان میکنیم که مردم پایتخت، مردم سراسر افغانستان درباره آب چی نظر دارند، چه مشکلاتی در مناطق قریجات در شهرهای افغانستان نسبت به آب وجود دارد، آب زراعتی و آب آشامیدنی چه کارهایی را میشه کرد. مخصوصا متخصصین بخش آب اینجا صاحبا میتونند در برنامه سهیم شوند و با یک یا دو دقیقه تماس در برنامه کلان موضوع از زندگی مردم و خودشان و کشورشان حل بسازند. 0-20-25-11-566 در نیم ساعت برنامه با مردم این زمینه فراهم شده که در رابطه با یک معضل کلی مردم در بخش اقتصادی، در بخش صحی ما بیایم روی ازو بحث بکنیم و به یک دیدگاه مشترک برسیم. آقای داوود علیزاده گفته که درباره برق یگان برنامه بگیرین. ساحه گولایی در 24 ساعت فقط 5 ساعت برق است و او هم از روی شب، که به درد هیچ کس و هیچ چیز نمیخوره، چون خیلی برق ضعیف است. بدون شک کمبود برق، سکتگی هایی که در برق پیش آمده به خاطر گرمی هوا، ما میتونیم بگویم که یک از عوامل کمبود آب هم همین موضوع است. وقتی که ما با شرکت های برسانی با کارمنداش صحبت کردیم، گفتن به خاطر نبود برق و هزینه بالای استفاده از جنراتور، اینا در تامین آب از زیر زمین از 150 متر از 2 متر از 200 متر آب از زیر زمین بسیار با مشکل مواجه است که بتونه آب کافی را به ذخیره ها بالا کنن و از اونجا بندل ها بین مردم توزیع بسازن. اگر مشکل برق حل شوه ان شاء الله میتونیم که بخشی از مشکل کمبود آب هم در کابل حل میشه. اما فعلا هر دو موضوع دست به یکی کرده که امیدوار است مردم ما بتونن با همکاری همدیگر و حکومت از این موزل عبور بکنه. تشکر از جناب آقای علیزاده، آقای جلالی و کریمی و هر دو کریمی تشکر میکنه که کامنت گذاشتن. جناب آقای شیر محمد افضلی دو تا کامنت مونده. جناب آقای حسینی صاحب اگر صفحه بعدی رو بیارین. بله، جناب آقای شیر محمد افضلی گفته هیچ راهی جز انتقال سری آب دریای پنجشیر به کابل وجود ندارد. یعنی فقط این آب باید به کابل بیان و تمامی شرکت های تولید آب معدنی، نوشابه و فرم هایی که باید به بیرون از کابل در کابل هست باید به بیرون از پایتخت انتقال داده شود. این یک از طرح های حکومت هست. ما بارها در مصاحبه هایی که با ایشان داشتیم
تمامی شرکت های تجارتی که از آب در کابل استفاده میکردن قرار اینا بیرون از پایتخت منتقل شوند، حتی فرم های بادرنگی که در سرچشمه های کابل موقعیت دارند و از طرف دیگر تمامی جاهایی که مصرف میکنن آب را اینا موظف هستند که از تصفیه کنه های آب استفاده کنند تا دوباره آب و برای چندمین بار از این آب استفاده صورت بگیرد. ما شاهد بودیم که در غرب کابل برای چندین ماه حتی موترشوی ها و فرشوی ها مهرولاک شده بود تا اون چهار چاهی که باید حفر شود و از اون چاه ها بعدا در قسمت آبیاری گلخانه ها استفاده شود و سایر بخش ها. این موضوع رو ما در کابل شاهد بودیم، این طرح هایی که سوی حکومت پیاده می شود و در حال تطبیق شدن است. اما آنچه که خیلی جدی هست، آب به شدت پایین رفته و با این راهکارها نمیشه که به زودی ما بتونیم معضل کلان در کابل حل بسازیم. جناب آقای امیر حسین باور نوشته کرده که نیازمندی مردم در آب بیشتر از سرک هست. کسانی که خود مسئول می دانن بهتر است به جای تخریب خانه های مردم مشکل آب مردم را حل بکند. بدون سرک میشه زندگی کرد، اما بدون آب هرگز. دیدگاه جناب آقای باور هم به خانش گرفتیم. بدون شک اگر ما با مشکل جدی آب مواجه باشیم و این مشکل حل نشود، اما قسمی که ما پیشتر هم گفتیم، خانه سازی، ساختمان سازی، سرک، گلدان سازی، مقبول سازی کابل به درد نمیخوره، چون 24 ساعت مردم نمیتونه بدون آب زندگی کنه. اما بدون سرک 20 چند سال، بیشتر از 30 سال که در کابل مردم زندگی میکنه. اما درست سرک سازی هم به زیبایی کابل کمک میکنه، هم به صلح شهروندان، هم به آبادی شهر و هم به معیار شدن پایتخت. اما در قدم نخست هر طرحی که به حل مشکل آب کمک میکند، مردم آماده است که او طرح بپذیرند، همکاری کنند و این مشکل در گام نخست حل شود. ادامه برنامه با مردم با موضوع کمبود آب در پایتخت و بحران خشکسالی در سراسر افغانستان که زراعت و اقتصاد مردم را متاثر کرده، که عامل اصلی آن بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی تغییرات اقلیم است. تغییرات اقلیمی که از 7 کشور صنعتی جهان وارد افغانستان شده از طرق مختلف، و مسئولین هم بارها در صحبتاشون گفتن که برای افغانستان، برای متضررین، کسانی که در سیلاب های اخیر، در خشکابه های فعلی در افغانستان متضرر شدن، این کشورهای صنعتی جهان از جمله آمریکا باید غرامت پرداخت بکنن یا تاوان بدهند. این تغییرات اقلیم فعلا در افغانستان هست، ما و شما ناگزیر با آن دست و پنجه نرم میکنیم. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چگونه بتونیم از این بحران عبور بکنیم و این چالش را مدیریت بکنیم. که از طریق کامنت های عزیزان ما این موضوع رو دنبال میکنیم و همچنان شماره تماس برنامه در خدمت شما ایزان هست. در زیرنویس های تلویزیونیتون تماشا میکنین، شما میتونین که مستقیم تماس گرفته و دیدگاه خود از نقاط مختلف افغانستان مطرح بکنین. باز هم مستقیم سوال ما متوجه همه هموطنان ما هست در ولایات مختلف، در مناطق مختلف کشور، مخصوصا در کوهستانات که تمام زندگی مردم، زراعت مردم و ادامه حیات حیوانات که در زندگی مردم نقش دارن بستگی به آب دارن، که آب چشمه ها، کارس ها و رودخانه ها در ولایات مختلف چگونه هست؟ آیا با بارش های امسال تغییرات به وجود آمده؟ آیا با سدسازی هایی که حکومت گفت در هر ولسوالی یک چکدم و سد ایجاد کرده و سد در حال ایجاد شدن است، چه تغییراتی در بهبود آب آمده و فعلا مردم در بخش آبیاری، زمین های زراعتی و بخش آب خوردن در مناطق مختلف افغانستان با چه مشکلات مواجه هستند؟ فرصت ظاهرا اندک داریم همکاران گرامی، امیدوار هستم که بتونید کامنت ها رو به خانش بگیریم. جناب آقای محمد ظاهر رضایی گفته بی آبی واقعا مردم غرب کابل رو به سطوح آورده، یا سطوح یعنی به شکایت و به مشکل آورده. شرکت های توزیع آب هم در دست مافیا بوده و هر سازی که دلشان شود میزنن و مردم رو به تمسخر گرفتن. شکایت جناب آقای رضایی از نحوه توزیع آب. عبدالواحد مظفری گفته چاه جذبی باید در هر خانه اجباری شود، همه آب مصرف شده جذب زمین شود تا کمک باشد برای کمبود آب. این یک مسئله خیلی جدی هست که متاسفانه بارها با برنامه‌های مختلفی که ما گرفتیم، اطلاع رسانی که از سوی حکومت و مسئولین شد، هنوز هم ما می‌بینیم که آب به گونه وافر از کوچه ها، از دروازه های حولی ها همچنان ضایع میشن و میرن وارد رودخانه میشن و بی فایده به یک جای روان هست. خوب است که از طریق چاهای جذبی، البته به گونه معیاری، حفر شود. این آب ها میتونه که در تغذیه منابع آبی کابل کمک بکنند. انجینر محمد باقر حسینی که یک از متخصصین و کارشناسان بخش آب هم هست گفته کمبود آب آشامیدنی چالش بزرگ در شهر کابل است که انتظار رفع آن را تنها از دولت نباید داشته باشیم، هم در برابر آن تلاش کنیم و هم احساس مسئولیت بکنیم. ما انتظار بیشتر از این داشتیم جناب صاحب که شما دیدگاهتان را مفصل‌تر نشون می‌کردین. راهکارهای اساسی که بارها ما از شما شنیدیم میره متفاوت‌تر و متنوع‌تر در کامنت‌ها نوشته می‌کردین که ما و بینندگان گرامی و مسئولین زیربط از دیدگاه شما بیشتر استفاده می‌کردیم که ما این آب‌ها را
چگونه مدیریت بکنیم و چگونه منابع آبی تغذیه شود و مردم چی مسئولیت و چی نقش دارند. جناب آقای خلیل، دخی دختر هزاره نوشته کرده که خیلی ها به آب دسترسی ندارد، بعضی آبهایشان تمیز نیست. بله خواه در صفحه چهارم هم است. بسیار تشکر. بیننده ما نوشته کرده که آبی که فعلا هم مردم دسترسی دارن خیلی آلوده هست، این آبهای زیرزمینی به شدت آلوده شده. این هم یک معضل بسیار اساسی است که در کابل وجود دارد، نباید فراموش شود. تشکر از شما خانم هزاره. و دکتر نورالله کوثر، یکی از منابع علمی کشور ما، از اساتید محترم دانشگاه نوشته کرده که یکی از برنامه های تباهی بشر توسط دجالیون همانا قلت عمدی آب پاک و ضایع نمودن و اسراف آب توسط بشر است، به همکاری شیاطین انسی و جنی. بدون شک دخالت و مصرف بی‌رویه و بی‌رحمانه مردم از آب از سفره های زیرزمینی ما را به ایروز کشان، مخصوصا کشورهای صنعتی جهان که به شدت از این منابع متزیستی و آبی استفاده میکنه و فعلا تغییرات اقلیمی و پاره شدن لایه اوزون را این موضوع به دنبال داشته که فعلا افغانستان یک از کشورهایی است که به شدت آسیب پذیر و متضرر است. در سال جاری ما شما سیلاب های وحشت بسیار خطرناک و پر تلفات را در افغانستان شاهد بودیم، زلزله های خطرناک و فعلا هم موضوع خشکابی که در نتیجه همین دخالت های خطرناک از سوی انسان ها و کشورهای ابرقدرت است. تشکر از جناب آقای کوثر. آقای عبدالله میرزایی گفت اگر مشکل کم آبی نه بی آبی را دولت به طور صحیح و اساسی حل نکند، کابل خالی از سکنه شده و فاجعه به بار خواهد آمد. بدون شک جناب آقای میرزایی، ما در سال گذشته هم شاهد موضوع بودیم که از برخی مناطق کابل، از جمله از منطقه ریگرشن غرب کابل، چندین خانه به خاطر نبود آب به ولایات و ولسوالی هایشان کوچ اجباری کردن و اینجا را ترک کردن و حتی کرایه خانه و ارزش زمین در مناطقی که فعلا آب وجود ندارد بسیار پایین آمده و مردم دیگر بدون آب واقعا زندگی کردن برشان سخت است. به همین موضوع برنامه با مردم اختصاص یافته، دیدگاهی شما از طریق کامنت ها و تماس های تلفنی به بررسی گرفته میشه که مردم افغانستان از مناطق ولسوالی ها و ولایت های مختلف چی دیدگاه دارن و چگونه میتونیم با همکاری هم دیگر این موضوع کلان در افغانستان حل بسازیم یا این چالش به حداقل برسانیم یا حداقل از افزایش این معضل در افغانستان و از بحرانی تر شدن آن در کشور جلوگیری بکنیم. این مسئولیت ما و همکاران بود که در چنین برنامه عمومی و بسیار دیرینه تلویزیون تمدن این زمینه فراهم شدن و یک جا شدن و مشترک شدن دیدگاه ها را فراهم بسازیم که به طور عموم برای عموم جهان و مسئولین نشر میشه. انشاءالله که ما تا هنوزم که دیدگاه شما استفاده کردیم یک پیام خوبی ابلاغ شده باشن. جناب قاسم رضایی گفته در برخی مناطق ناحیه 13 آب هست، شرکت های آبرسانی همانند یزیدیان آب را برای مردم بسته کردن و وقتی که به شرکت های آبرسانی مراجعه میکنیم از نبود آب منکر میشوند و در بدل پول یا واسطه بازی این موضوع حل میشه که حکومت باید این به این موضوع رسیدگی جدی بکنن و در برخی نواحی هم بودن آب به قیمت بالا به مشترکین آبرسانی ها اینا فروخته میشه و فی متر مکواب 60 تا 100 افغانی. پیام جناب آقای رضایی به حکومت و مورد خطابشون حکومت است که دقیق بررسی بکنه که واقعا شرکت های آبرسانی اگر آب دارن به خاطر که مردم گروگان میگیرن یا پول اضافه بگیرن این آب را نمیرسانن. این مشکل باید به شکل جدی بررسی شود. حفیظ الله رضوانی گفتم معضل کمابی جدی است و مبارزه با آن فقط و فقط از توان حکومت است. بهتر میشود یکی از مسئولین حکومتی را از وزارت محترم انرژی و آب و برق نیز در برنامه داشته باشید تا در مورد پلان و برنامه هایشان صحبت بکنند. که حتما ان شاء الله زمانی که برنامه به حالت عادی در تایم اصلی نشر شد حتما ما از مسئولین هم دعوت میکنیم. سید شفیق سروری گفت اگر دولت در مورد کم آبی فکر اساسی انجام ندهد، شهر کابل به دلیل نداشتن آب خالی از سکنه خواهد شد و فاجعه رخ خواهد داد. عجالتاً به خاطر جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب باید تمام حوض‌های آب‌بازی محدود شود. یک پیشنهاد جدید. حسینی سه فکر می‌کنم اشاره داده که در صفحه بعدی هم ما کامنت داریم. ببینیم که بله دیدگاه جناب آقای حسینی رو داریم که واقعا منتظرشون بودیم. در یک دقیقه فرصت ما فقط همین دیدگاه رو می‌خونیم. معضل کمابی و بیابی در شهر کابل یک مشکل نیست که به طور آنی به وجود آمده باشد، بلکه نظر به شرایط و ساختار جیولوژیکی و هایدروجیولوژیکی این شهر و همچنین رشد و گسترش ساحه شهری و تراکم نفوس در آن قابل پیش بینی بوده و متخصصین این بخش بارها در مورد هشدار داده بودند و راه های جلوگیری از ایجاد بحران را یادآوری شده بودند. متاسفانه حکومت ها و مردم در این مورد بی تفاوت و سرسری برخورد کردند و هشدارها را نادیده گرفتند، چنانچه که هنوز جدی و با برنامه در این مورد عمل صورت نمی گیرد.
گرچند بسیار دیر شده که تا با این بحران مقابله درست و مفید نمود، اما باز هم راههایی وجود دارد تا از شدت بحران حداقل کاسته شود. برنامه انتقال آب از دریاهای اطراف مانند دریای پنشیر و لالندر یک پروژه زمانبر و پرهزینه است که انشاءالله تطبیق شود. آخرین ثانیه های برنامه شما را به خداوند رحیم و کریم می‌سپاریم. در لحظات خاص و عبادات ما را از خیر فراموش نکنید. خدا نگهدار. داره که یک جنگ زرگری باشه، یه همون که بسید Yeah.